هیدر بار، مسئول بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حالی که جهان متمرکز بر تحولات غزه است، پاکستان خاموشانه 1,700,000 تن را از پاکستان به افغانستان اخراج میکند، کشوری که به گفتش دستخوش بحران انسانی است. خانم بار افزوده است که طالبان حقوق زنان و دختران در بخش تحصیل، کار و موارد دیگر را به طور سیستماتیک نقض میکند. برای بررسی تازه ترین وضعیت از اخراج افغان های بدون اسناد قانونی در پاکستان با مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور، اکنون صحبت میکنیم که از طریق اسکایپ در برنامه است. سلام مسکا. دیدبان حقوق بشر اخراج مهاجرین افغان را نگران کننده خوانده. وضعیت اخراج مهاجرین افغان فکر میکنین فعلا با گذشت چند روز که این برنامه عملی شده و نگرانی ها بروز یافته، فعلا در چه وضعیتی است؟ بله، سازمان حقوق بشر روز گذشته در صفحه ایکسشان نوشتن و از کشورهایی که وعده آسمان مجدد به آنها داده بود گفتند که به پاکستان فشار وارد کنند و نیز در حصه پرونده های بین افغان باید اقدام جدی انجام دهند. با این همه نگرانی ها و نیز واکنش ها، عده زیاد مهاجرین افغان که در ساحات پاکستان قرار دارند، به ویژه کراچی، اسلام آباد و راولپندی، بازار اذیت پلیس روبرو هستند و افغانی که خودشان با ما تماس میگیرند میگویند که پلیس به محل کارشان میرود، به آپارتمان هایشان میرود و نه تنها مردها بلکه خانمان و کودکان را نیز با خود میبرند و به مراکز ویژه که ساخته شدند در آنجا انتقال میدهند و از آنجا به افغانستان اخراج میکنند. این در حالی هست که وزارت داخله این افغان ها از روند اخراج مهاجرین بی اسناد مستثناند. بله بله، باز معذرت که بعضی مشکل تکنیکی در تصویر و صدا داریم، اما به هر حال مقامات پاکستانی مسکا در خیبر پختونخوا گفته که هیچ پناهنده افغان بی اسناد به گونه جبری بازداشت و یا اخراج نشده. آیا این ادعا درست است؟ معلومات شما از منطقه چی است؟ بله، مسکا آنها گفتند که تاکنون در خیبر پختونخوا هیچ نوع فعالیت صورت نگرفته و گفتند که در روزهای هفته، روز یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه را به خیبر پختونخوا اختصاص داده و گفتند که سر از امروز که یک شنبه بود فعالیتشان آغاز می شود. پلیس اگرچه گفتند که آنها امروز فعالیتشان آغاز می شود، امروز در نقاط مختلف پشاور دیدیم که اعلان ها صورت گرفته که مهاجرینی که بی اسنادن باید خودشان یا به شکل داوطلبانه بروند یا هم پلیس بازداشتشان می کند. و البته خودم که با بعضی مهاجرین صحبت کردم، آنها گفتند که در خیبر پختونخوا نیز هم بازداشت می شوند و نه تنها مهاجرینی که بی اسنادن بلکه مهاجرینی که دارای اسنادن آنها نیست بازداشت میشن و حتی اجازه نمیدهند که مالشان را با خود انتقال دهند و یا هم اعضای فامیلشان را با خود انتقال دهند. و امروز هم کمیساری عالی ملل متحد در صفحه فیسبوکشان نوشتند که مهاجرین پی او آر و اس تی سی باید آزار اذیت نشوند. تشکر از شما مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا در پشاور پاکستان، که تازه‌ترین وضعیت افغان‌های بدون اسناد در پاکستان و برنامه اخراج پاکستان را از این کشور به افغانستان شما گزارش دادین.